همراه هستیم با طارق فرهادی، کارشناس روابط بین الملل اینجا در استودیو، تا این خبرهای مربوط به افغانستان رو بیشتر به بحث و تحلیل بذاریم. بسیار خوش آمدید آقای فرهادی. خب دو تا گزارش از سازمان ملل داشتیم، هر دو نگران کننده. یکی گسترش فقر و گرسنگی و دیگر هشدار به سقوط 97% از مردم به زیر خط فقر در افغانستان. ارزیابی شما از این گزارش ها چیست؟ بله، متاسفانه قبل از این واقعات وضع فقر در افغانستان حاد بود در حقیقت، به خاطر که افغانستان هم با بحران خشکسالی مواجه است و در رژیم سابق هم 80% بودجه افغانستان از طرف کشورهای کمک کننده تامین می شد و آل یک ورق دیگر رویش آمده، یک صفحه دیگر، و او عبارت از ایست که با آمدن طالبان در حقیقت کمک های بانک جهانی که برای کلینیک های صحی می کردن اون هم توقف کرده در اثر تعذیراتی که روی طالبان است. کمک های صندوق وجهی بین المللی پول هم توقف کرده و رزرو بانک مرکزی افغانستان هم منجمد شده در امریکا و حکومت هیچ پول ندارد و حقوق مردم هم در آخر ما نداده، داده نمیتواند و اردو هم که یک کتله بسیار بود که حقوق میگرفتن، اونا هم دیگر امریکا نیست که حقوقشان را بدن. در حقیقت مردم در خانه های خود هستند، قیمت ها بالا میرود، همه چیز وارداتی است، نفت، ادویه، غذا، و مردم نمیتوانند که با پول کمی که دارن، و بانک ها هم بسته است و اگر باز می شود از 200 دلار بیشتر برایشان نمی دهد. برای همگی یک حالت بسیار مشکل واقع شده است. بپردازیم به موضوع پنجشیر که از فرماندهان مقاومت تاکید کرده که علارغم ورود طالبان به پنجشیر مقاومت همچنان ادامه داره و از بین نرفته. به نظر شما آیا مقاومت در پنجشیر می تونه تغییر ایجاد کنه در وضعیت موجود؟ مقاومت همیشه میتونه ادامه داشته بتونه. مردم رفتن به کوها، جنگجوها به کوها رفتن، درست است، اما مردم عام پنجشیر فعلا زیر فشار بسیار شدید طالبان قرار گرفتن. طالبان مردم از خانه هایشون اخراج میکنن، طالبان اطفال و زنان از خانه هایشون اخراج میکنن و ایران مجبور میکنن که پنجشیر تخلیه کنن، از خارج شون. در حقیقت یک جرم ضد حقوق بشر است که مردم را از خانه هایشان برانین. این کار را طالبان فعلا می کنند و جنگ در پنجشیر اگر ادامه هم بیابد، مشکل این است که یک فشار بیش از حد زیاد روی مردم غیر نظامی پنجشیر الان آمده است. باید که یک راه حل صلح‌آمیز پیدا شود. خیلی فرصتمون محدود هست. در حال حاضر به نظر شما وظیفه جامعه جهانی در قبال افغانستان، موضوع فقر و گرسنگی از یک طرف و بحث مقاومت از طرف دیگه چی هست؟ در موضوع فقر و گرسنگی جامعه جهانی باید یک صندوق تشکیل بدهد که صندوق به اختیار طالبان نباشد، اما بدهی های وارداتی افغانستان را یک صندوق بتواند پولش را بدهد. صندوق اعتبار. در مورد خشونت طالبان، الان که طالبان حکومت دارن، ملل متحد باید از اون حکومت وضاحت بخواهد. سپاسگزارم از توضیحات شما. طارق فرهادی، کارشناس روابط بین‌الملل، در استودیو با ما.